سلام بر شما، به برنامه صفحه دو خوش آمدید. امروز در تهران در تجمع گروهی از فعالان جنبش زنان که به مناسبت روز جهانی زن برگزار شده بود، ده ها نفر بازداشت شدند. این اولین بار بود در 11 سال گذشته که گروهی از مردان و زنان برای طرح مطالبات برابری خواهانه در روز جهانی زن به خیابان آمدند. همزمان در گوشه دیگر از تهران آیت الله خامنه ای رهبر ایران از حجاب اجباری دفاع کرد و گفت حجاب مانع آزار جنسی است. آیت الله خامنه ای در سخنانی که به نظر می رسد واکنش به برداشتن حجاب از سوی گروهی از زنان در خیابان هاست، این اعتراض ها را نتیجه تبلیغات پرحجم دشمنان خواند و گفت نتیجه آن کوچک و حقیر بوده است. رهبر ایران در این حال گفت آنچه بنده را حساس می کند طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است. در این برنامه درباره تلاش گروهی از زنان در مقابله با حجاب اجباری، واکنش مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای به آن و دیگر مطالبات فعالان جنبش زنان صحبت خواهیم کرد با الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان همیاران برای حقوق بشر که از نیویورک با ماست، ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالبات زنان و جنسیت در دانشگاه تورنتو که از همین شهر با ما خواهد بود، و اینجا در استودیو رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، و مریم حسین خواه، روزنامه‌نگار اجتماعی و فعال حقوق زنان، طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث، گزارش کوتاهی از همکارم مریم افشنگ. در سالها و به ویژه در ماه‌های گذشته گفتگو بر سر مسائل زنان تغییر کرده. در انتخابات کاندیداهای ریاست جمهوری وعده و وعید برای تعدادی وزیر زن دادند. هرچند بعد از انتخابات خبری از وزیر زن نبود، اما این خود بحث‌های زیادی را دامن زد. مثال دیگر این که این روزها بحث بر سر بدحجابی یا راه‌های مبارزه با بدحجابی نیست. بحث بر سر این است که آیا حجاب باید مقوله اختیاری باشد یا نه. این عکس‌ها تنها نمونه‌ای از ده‌ها عکسی است که در ماه‌های گذشته دست به دست و شبکه به شبکه در فضای اجتماعی می‌چرخد. دختری روسری به دست بالای سکو رفته. حکومت برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، سطحی شیبدار روی سکو ساخته و بعد دوباره کسی یا کسانی پایه‌ای روی این سطح ساختند برای ایستادن دختران روی سکو. دختران خیابان انقلاب بحث‌های زیادی را دامن زدند، چه در میان فعالان حوزه زنان، چه در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی، چه در سطح مقامات حکومتی. در بهمن ماه امسال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گزارش 20 صفحه‌ای منتشر کرد و پدیده موسوم به بدحجابی و فراتر از آن مسئله زنان را یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی دانست که جمهوری اسلامی با آن روبروست. این تحقیقات اگرچه به تازگی منتشر شده، اما بین سالهای 85 تا 93 انجام شده و نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان در این پژوهش در سال 93 معتقدند حجاب مسئله شخصی است و دولت نباید در آن دخالت کند. صدا سیما در برنامه دور همی دخترانه نظر چند نفر را در مورد حجاب می‌پرسد. این شال نمیتونه ضرری برای من داشته باشه. اینجا خیلی حجاب اجباری که میگن حالا حتما همه باید این مدل باشن نیست. هر کس دوست داره میتونه چادر سرش باشه، هر کس که دوست نداره میتونه این مدلی باشه و این اصلا اجباری نیست به نظر من. اگه یه مقدار مثلا سفت و سخت‌تر بگیرم قضیه رو، یه ذره بهتر میتونم مثلا تو جامعه رفت آمد کنم و خیلی راحت‌تر هر جا که میخوام برم. مثلا امنیت رو فقط میخواستم بگم که ایشون گفتن به این شکل، فساد درست همه جا هست ولی کم و زیادش هم خیلی مهمه که در واقع با این حجاب و پوشش یه رابطه عکس دارن. هرچی حجاب کمتر، پوشش کمتر، فساد بیشتر. علی‌رغم نگاه صدا و سیما، نحوه زندگی و پوشش بسیاری از زنان و دختران گویای آن است که التزامی و یا اعتقادی به حجاب ندارند. البته نگاه‌های دیگر از اتفاقی تازه در زیر پوست شهر می‌گویند، از دخترانی که حجاب اجباری را به چالش می‌کشند.
این خانمایی که خیلی هاشون اومدن این کارو کردن، به نظر من تن غیر جنسی شده رو دارن در ملأ عام در معرض دید قرار میدن، و این یعنی دقیقا منطق فضای عمومی متسلب، سفت و سخت و به شدت کالایی شده در جامعه ما رو از این رهگذر دارن به چالش میگیرن. و به نظر من این حرکت رو، نمیخوام بگم که اینا هر کدومشون آگاهانه به این معنا این کارو کردن، ولی یه نیمه آگاهی وجود داره. بخش دیگر این فصل تازه در زیر پوست شهر چنین برخوردهایی است. این تصاویر واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. از جمله دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در توییترش نوشت: رعایت قانون و حقوق شهروندی از جانب مأمورین انتظامی و ضابطین قانونی ضروری و توسل به زور و خشونت در برخورد با اعتراضات مدنی توسط هر کس و در هر حالت و در هر زمان و مکان محکوم است. موضع رئیس پلیس تهران اما چیز دیگری بود. به گفته آقای رحیمی، رعایت شونات اسلامی بر همه شهروندان واجب و لازم است. این افراد با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند بود و پلیس هیچ تعارفی با آنها ندارد. البته آقای رحیمی چندی پیش گفته بود بدحجابان دیگر دستگیر نمی شوند و فقط کلاس های آموزشی برایشان برگزار می شود. از سوی دیگر وزیر کشور با این ادعا که 95% مردم ایران معتقد به حجاب هستند میگوید نگاه دولت به موضوع حجاب یک نگاه مجرمانه نیست. آقای رحمانی فضلی همچنین میگوید نباید موضوع حجاب فقط به گشت ارشاد، نیروی انتظامی و دادستانی ختم شود، زیرا پس از پیروزی انقلاب با شدت و حدتی که به کار بردیم نتیجه مورد نظر را به دست نیاوردیم. با وجود اختلاف نظرها در بین مقامات حکومتی، تغییر ادبیات و گفتمان هم بر سر مسائل زنان و به ویژه بحث حجاب حکایت از فصل تازه‌ای دارد. همین اتفاق هم بین فعالان حقوق زنان افتاده. فعالانی که تا دیروز شاید اولویت را حجاب نمی دیدند، حالا بر سر مالکیت جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب با هم اختلاف نظر دارند. نسل جدید زنان که تنها جمهوری اسلامی را تجربه کرده، حالا اختیارات بیشتری می‌خواهد. از حق انتخاب پوشش و حق مالکیت بدنش تا ورود بدون قید و شرط به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و ساده‌ترینش ورود به استادیوم‌های ورزشی. رنگارنگی و تفاوت خواسته‌ها و به مدنی‌ترین شکل ممکن اعتراضات را به نمایش گذاشتن نشان می‌دهد قوانین هم خیلی قابل اجرا نیستند. اما آیا در مواجهه با این نسل و خواسته هایش حکومت در قوانینش بازنگری می کند؟ یا از سوی دیگر فعالان جنبش زنان تغییری در اولویت ها و روش های مبارزاتیشان می دهند؟ متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزار از مهمانانی که دعوت ما رو پذیرا شدند. خانم حسین خواهی، اگر موافق باشید با ماجراهای امروز صحبت کنیم. امروز پنجشنبه و تجمعی که من در مقدمه اشاره کوتاهی کردم در تهران برگزار شد، از جزئیات اون بگید. همونطور که گفتید امسال بعد از 11 سال بودش که ما در روز جهانی زن شاهد تجمع خیابانی در تهران بودیم، و قبل فقط میخوام بگم که این تجمع خیابانی تنها حضور خیابانی در 11 سال قبل نبوده و سالهای پیش هم فعالان زن تلاش میکردن با ابتکارهایی مثل کتاب فروشی کتابهای زنان، استیکر چسبوندن، پخش بروشور تو خیابون و کارهای دیگه کار خیابانی بکنن، ولی خب فضایی برای برگزاری تجمع وجود نداشتش. امسال یه سری از فعالان حقوق زنان هفته پیش یک فراخوانی را دادن توی شبکه‌های اجتماعی، دست به دست چرخید، و چند روز بعدش گروه دیگری از فعالان حقوق زنان یک بیانیه دومی دادن در اعلام همبستگی با این تجمع و هر حرکتی که روز جهانی زن در تهران و شهرهای دیگه بخواد برگزار بشه. خب خیلی راستش امید نداشتیم، یعنی نمی‌دونستیم چه اتفاقی میفته توی این فضا، ولی اتفاقی که امروز افتاد این بودش که یک هسته اولیه 100 نفری اونجا بودن که جمع شده بودن، و تا جایی که خبر موثق تهران رسیده حداقل برای 5 دقیقه اینها تونسته بودن اونجا جمع بشن، شعارهاشون رو بدن. شعارها خیلی مترقی و خوب بوده، و شعارهایی مثل
نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری از جمله شعارها بوده که داده می شده، ولی پلیس و نیروهای امنیتی از ساعتها قبل از تجمع کل محوطه رو پوشونده بودن و اصلا به صورت سپر انسانی چیده بودن. ولی گفته شد 10 نفر بازداشت شدن، آیا آمار مشخصی بود که 84 نفر دست کم بازداشت شدند، 59 زن و 25 مرد، ولی خب میگم تجمع رو نذاشتن دقیق شکل بگیره و به غیر از اون هسته اصلی جاهای دیگه هم هسته های کوچیکی شکل گرفته بودش که شعارهاشون رو میدادن و پلاکارتهاشون رو داشتن، ولی خب خشونت متاسفانه خیلی زیاد بوده. این افراد که همون در بازداشتن یا اینکه در ساعت بعدش؟ اینها رو اول که مشخص نبود کجا بردن، ولی بعد مثل که یه سریشون رو حداقل میدونیم که وزرا بردن و خانواده ها جلوی وزرا بودن و نیروهای امنیتی هم بسیار زیاد بودن، انقدر که فعالان زن از جلوی زندان از جلوی وزرا توییت میکردن که نگران هستیم بخوان فضا رو به خشونت بکشن. یک سری از فعالای زن هم رفته بودن جلوی دادسرا، فضای اونجا هم امنیتی بود و خبر رسیده که مثل که دارن یکی یکی بعضیاشون رو آزاد میکنن، ولی به صورت خیلی قطره چکانی و دونه دونه بعضی رو آزاد. خانم بهنی، شما در عفو بین الملل احتمالاً گزارشی داشتید از نحوه برخورد با این تظاهر کنندگان؟ گزارش هایی که امروز به دست ما رسیده حاکی از استفاده در واقع استفاده از خشونت علیه معترضان و ضرب و شتم بسیاری از زنان و مردان معترض بوده. عکس هایی به دست ما رسیده که نشون میده صورت برخی از این زنان معترض خونینه و این نوع ضرب و شتم ها متاسفانه تبدیل به یک رویه برای نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران شده و به نظر میاد که از آغاز سال میلادی در هر تجمعی که صورت گرفته نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی خشونت رو تشدید کردن. مهمه که اینجا ما یادآوری بکنیم که ضرب و شتم در قانون بین الملل مصداق شکنجه است. نیروهای انتظامی که این ضرب و شتم رو انجام میدن طبق قانون بین الملل مجرم هستند و اینکه رئیس پلیس به جای پاسخگو نگه داشتن نیرو این نوع شکنجه ها رو به عنوان برخورد قاطعانه تعریف میکنه، در واقع نشون میده که تا چه حد در نظام قضایی امروز ایران شکنجه به عنوان یک عمل جا افتاده داره باش برخورد میشه و مسئولیت مطلق وجود داره برای مجرمان. به جای انجام تحقیق در مورد هر یک از این تجمعات مسالمت آمیزی که سرکوب میشن و شناسایی و پاسخگو نگه داشتن عاملین و ناقضین، ما عملا میبینیم که این اتفاقات ناگوار ادامه پیدا به کنه. تجمع قابل وزارتکار اشاره کردن خانم حسین خوابته. در جاهای دیگر شهر هم من فیلم ها و گزارش هایی که دیدم حاکی از این بود که حالا به صورت انفرادی یا در جمعای دو سه نفره بعضی ها، حالا یا پخش اعلامیه بود یا در جاهای صحبت هایی که داشتن. یک فیلم کوتاهی دارم، اجازه بدون رو با هم ببینیم که در واقع گروهی از زنان هستن که در مترو به سر صحبت میکنن و با هم با مسافران دیگر. جوان میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری، یه همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. لا 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 لا. امروز روز جهانی زنه، 110 ساله که روز جهانی زنه. به افتخار خودتون که تمام زندگیتون با انواع تبعیض و خشونت و تحقیر و توهین مبارزه کردین، هر هزینه‌ای که میتونستید دادید و قهرمان زندگی خودتون بودید، لطفاً دست بزنید. روز همتون مبارک. مراقب خودتون باشید. ویدئوی کوتاهی بود از همونطور که اشاره کردم در مترو در تهران، مسیر حقانی ظاهرا. در واقع این ویدئو رو ما از
تویتر وحید آنلاین برداشته بودیم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. خانم هیکس، آنچه که امروز شاهدش بودیم خب به نظر میاد که عمدتاً تکیه روی بحث حجاب اجباری بوده. خانم حسین خواهم اشاره کردن که در شعارها هم همین مشهود بوده. به نظر میاد اون چیزی که عمده فعالان جنبش زنان در دو سه دهه گذشته به هر حال اولویتشون حجاب اجباری نبود، ولی گویا یک تحول گفتمانی داره صورت میگیره اونجا. با عرض سلام خدمت همه بینندگانتون و کسانی که در این نشست هستن و تبریک روز بین‌المللی زنان. بله آقای پرپنچی، یکی از کسانی که تغییر عقیده داده خود من هستم. در طی 39 سال از انقلاب، از به عنوان یک دانشجوی دانشکده حقوق در صحن دانشگاه تهران و کسی که در اون تظاهرات شرکت کرد، البته اون زمان و اون روز حجاب اجباری نبود و تا این زمان، تا ساعت شاید به ماهای گذشته، در تمام نشست‌های بین‌المللی که من حضور داشتم همیشه از این صحبت می‌کردم که حجاب یک معلول هست و علت اصلی قوانین ایران هست و قوانینی که نقض حقوق زنان در آن نهادینه هست و باید که اول به سراغ این مسئله بریم. من یادم هست یک خاطره کوچکی رو باید اشاره کنم که در یکی از نشست‌های یک کنفرانس سالانه زنان در شهر سیاتل در امریکا 26 سال پیش، شادروان پروانه گروهر، خانم عبادی قبل از گرفتن جایزه نوبل و خود من هم بودم، آقای کاپیتون که پروانه گروهر از این که مسئله در حالی که کنفرانس موضوعش موضوع زنان بود صحبت میکرد که مام مطبطن در خطر از این جمله پروانه هست و اینکه ما باید به مسائل مهمتر بپردازیم در این حال، و اکثریتی که در اون کنفرانس شرکت داشتن از جمله خود من با این مسئله موافق بودیم. ولی ماهای گذشته، هفته های گذشته باید بگم، و این عمل دختران انقلاب، این عملی که واقعا به صورت خلاق ترین به نظر من در طول این سالهایی که کار کردم، که ده ها سال از در رابطه با حقوق بشر در ایران، به نظر من یکی از خلاق ترین، مسالمت آمیز ترین و رادیکال ترین کاری هستش که دختران انقلاب در داخل کشور انجام دادن، این نظر خیلی از ماها رو، از جمله خود من رو عوض کرده. و برای اولین بار باید بگم آقای کمیسر عالی حقوق بشر روز گذشته در صحن شورای حقوق بشر یکی از مسائلی رو که برای اولین بار به مسائل بسیار بسیار متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد، ولی مسئله پوشش و حجاب اجباری رو هم برای اولین بار این دختران انقلاب در داخل کشور توانستن به صحنه بین‌المللی بیارن با عملکرد خودشون، با متاسفانه هزینه های سنگینی که دارن در داخل کشور میپردازن. نکته ای که خانم هیکس اشاره میکنن، خانم طهماسبی، در باب اهمیت به سر بحثی که تحت عنوان دختران خیابان انقلاب مطرح میشه، ولی امروز ما از آقای آیت الله خامنه ای سخن دیگری شنیدیم. ایشون این رو حرکت چند دختر فریب خورده عنوان کرده که در گوشه و کنار روسری از سر بر می‌دارن و همه تلاشایشان کوچک و حقیر بوده. در واقع الفاظی است که آیت الله خامنه ای به کار بردن. بله، من امروز آماده بودم که اینجا اولا سلام به همه شما و بینندگان عزیزتون. من اومده بودم که در مورد توانمندی شاخصه‌های توانمندی زنان و اینکه چجوری ما میتونیم برای اینکه زنان ایرانی رو به قول معروف در مورد چجوری میتونیم توانمندسازی بکنیم در جامعه ایران صحبت کنم، و متاسفانه آقای خامنه‌ای صحبت‌هایی کرد که حتی منی که به عنوان یه زن ایرانی واقعا احساس توهین به من دست داد، و برای همین اگر اجازه بدید من یه مقداری در رابطه با حرف ایشون و نکته‌هایی که ایشون گفتن رو، یه سری مسائلی رو که به نظر خودم مهمه و باید جواب داده بهشون داده بشه، من اینجا مطرح بکنم. ببینید، آقای خامنه ای دو تا مسئله رو مطرح کردن که بی‌حجابی حرام شرعی است و بی‌حجابی حرام اجتماعیه. خب ببینید، اگر حرام شرعی هستش بی‌حجابی، موضوعیت اون برای زنان غیر مسلمان و حتی زنان مسلمانی که بی‌حجابی رو بخشی از حرام‌های دینی خودشون نمیدونن چیه؟ و تکلیف بهشت و جهنمی که برای زن مسلمانی که حجاب خودش رو به اختیار انتخاب میکنه چطور میشه اینجا؟ اگه حرام اجتماعیه که باز هم پایه شرعی داره، معذرت میخوام، شما
آقای خامنه‌ای کل جمهوری اسلامی رو داره با مسئله حجاب اجباری پیوند میزنه. آیا تمام کشورهای مسلمان که زنان مسلمان حجاب بی حجاب و با حجاب زندگی میکنن، آیا اونا غیر اسلامی هستن؟ آیا با حرام اجتماعی کردن حجاب شما میتونید جلوی هجوم اقتصاد سرمایه‌داری، فرهنگ لیبرالیسم، مصرف‌گرایی یه استعمار زده رو بگیرید؟ خیلی معلومه که نمیتونید بگیرید، بدترش هم کردید. ایران پایتخت تمام جرایای پلاستیک خاورمیانه شده، یکی از بزرگترین واردکننده های لوازم آرایش در منطقه است. فرض کنیم اصلا این حرام شرعی جایی که جامعه چند شقه بشه و نارضایتی به وجود بیاد، آیا مساله خود و همین نظام شما نمیکنه که نظرتون رو عوض کنید؟ مگه شطرنج موسیقی حرام نبود؟ وقتی که شما مجبورید مدام خشونت کنید، به زنان توهین کنید، به زنان بی حجاب توهین کنید، به زنان غربی شما توهین کردید، به تمام زنهایی که غیر از نگاه شما دارن زندگی میکنن شما توهین میکنید. آخه شما رهبر اون مملکت هستید، چجوری به یک کسی مثل من و میلیون ها زن دیگه ای که در اینجا روحهای خودشون ایستادن، کار میکنن، زحمت میکشن، علم ورزی میکنن، شما میتونید اینجوری توهین کنید؟ آیا شما نیست تحاسبی راجع به این بیشتر صحبت میکنیم؟ اجازه بدید نظر دوستان دیگر را هم به سر جویا بشن. ما در هفته های گذشته صحبت های را هم از وزیر کشور، در واقع از برخی مقام های دولت بیشتر، خانم ابتکار مثلا گفتن که راجع به بحث حجاب در استان ها بحث هایی رو آغاز کردن از کارشناس ها که در واقع صحبت ها نظر به سر صحبت بکنن، بحث و تبادل نظر بشه. به وزیر کشور همین رو گفته بود و موارد دیگری. اونچه که امروز از آیت الله خامنه ای شنیدیم خب خیلی تند هست. ایشون میگن که آنچه که بنده را حساس میکند طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است، که قاعدتا اشاره به همین مقام های دولتی است. فکر میکنید که خانم حسین با این حساب صحبت درباره مقوله حجاب به یه معنا باید منتفی دانستی بعد این صحبت آیت الله خامنه ای؟ من فکر میکنم اتفاقی که امروز افتاد این هستش که آقای خامنه ای با این محدود کردن خواسته آزادی پوشش و نخواستن حجاب اجباری به چند تا دختر فریب خورده ای که روسری از سر برداشتن، در واقع وانمود کردن به ندیدن اتفاقی که داره در بطن جامعه میفته، وانمود کردن به ندیدن میلیون ها زنی که پوششی رو که جمهوری اسلامی آیین نامه هاش و بخش نامه هاش میخواد تحمیل کنه رو نمیخوان. و این چیزی هستش که واقعا عیانه. یعنی هر فردی اگه چند ساعت تو خیابون های ایران قدم بزنه میبینه که میلیون ها زن هستن که حجابی که سرشون کردن معلومه که آریه هستش و به اجبار هستش و هر روز دارن کنارش میزنن. منتها اتفاق مبارک این هستش که همین چند تا دختری که دختران شجاع خیابان انقلاب هستن، با این حرکتشون دیگه جای اینکه کسی بخواد اینها رو نادیده بگیره یا سکوت کنه یا بگه نه همه زنان ایرانی عاشق حجاب هستن و به اختیار خودشون انتخاب کردن، راه رو بر اینا بستن. و دیگه حالا میبینیم که حالا حتی آقای خامنه‌ای هم یک جوری اظهار نظر میکنن، مقامات دیگر هم یک جوری اظهار نظر میکنن، در حالی که خب ما میدونیم که این دختران انقلاب، این 30 چند نفری که این چند ماه روسریاشون رو برداشتن و بیشترشون بازداشت شدن، تنها زنانی نیستن که این کارو کردن. ما در سال 72 فکر کنم بودش که خانم هما دارابی رو داشتیم که در اعتراض به حجاب اجباری روسریشون از سرشون برداشت، یه سخنرانی راجع به حجاب کردن و خودشون رو به آتش کشیدن. ما توی همین سالهای اخیر ویدیوهایی رو داشتیم که زنهای روسریشون رو برداشتن دارن تو خیابون راه میرن و مردم دنبالشون میکنن، هوشون میکنن و میگن اینها دیوانه هستن. و خب اینها دیده نمیشدن برای اینکه امروز ما این شبکه‌های اجتماعی رو داریم. شبکه‌های اجتماعی رو داریم که وقتی ویدیو موحد میره و روسریشو برمی‌داره، یک ماه بعد نرگس حسینی میره اون کارو تکرار میکنه و دختران و زنان دیگه این شجاعت رو پیدا میکنن که این کار رو انجام بدن. یا ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم که کمپین مثل کمپین آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید رو راه میندازه که زنها قدم به قدم اول میرن یک گوشه پس کوچه روسری رو کنار میزنن، میگن که ما حجاب نمیخوایم، بعد میان تو خیابون یواش حجابشون رو میندازن روی شونه‌شون راه میرن. و خب اینها نشون میده که این زنها، تنجیزی که میخوام بگن که نه، این خواسته ما نیست، این اجباره. شما فکر میکنید که به چه سمتی داره پیش میره؟ اجازه بدید نظر خانم بهرین رو بشنویم. به هر حال تا امروز اگر فلان دادستان، بهمان دادیار، نمیدونم مقام هایی که حالا مقام قضایی صحبت میکردن درباره ضرورت رعایت حجاب یا بازداشت هایی که انجام میدن، الان دیگه آیت الله خامنه ای اومده مثلا، فکر میکنید که ماجرا به چه سمتی پیش بره؟
خب از آغاز این اعتراضات به حجاب اجباری به نظر میاد که سرکوب حکومت دو شکل به خودش گرفته. در کلام مقامات جمهوری اسلامی ایران از دادستان کل کشور گرفته تا رئیس پلیس تهران این اعتراضات رو مثل آقای خامنه امروز حقیر خوندن و زنان معترض رو نادان، فریب خورده، کودک و با اینجور الفاظ در واقع نامیدند. در عمل اما تمام نیروهای انتظامی و سرکوبگرشون و دستگاه قضایی و کیفریشون رو به کار گرفتن که این حرکات به اصطلاح کوچیک رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب بکنن و زنان رو وادار به سکوت و اطاعت بکنن. اینکه دیشب در آستانه روز جهانی زنان دادستان تهران حکم 2 سال حبس نرگس حسینی رو اعلام میکنه عملا نشون میده که این مقامات تا چقدر هراس دارن از این حرکاتی که برخلاف گفته اونها حرکاتی بسیار بزرگ و ارزشمند هستن. من فکر میکنم که استفاده از دشنام و ناسزا تنها مورد توهین و تحقیر زنان معترض نیست. در این گفتارهای توهین آمیز یک پیام هم نهفته است و اون اینه که مقامات ایران میگن ما عملا این حق‌خواهی زنان رو اصلا به رسمیت نمیشناسیم. ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم که حجاب اجباری برای 4 دهه حقوق متعدد زنان رو و دختران کودک رو زیر پا گذاشته و این شامل حق آزادی بیان میشه، حق آزادی عقیده و مذهب و حق زنان به اشتغال، تحصیل، ورود به فرودگاه، بیمارستان، اداره ها و اینها موارد جدی نقض حقوق انسانی زنان هستند که عملا از سوی مقامات ایران عملا دارن بی اهمیت و ناچیز شمرده میشن. خانم هیکس اشاره کرد به اینکه این بحث به هر حال در مجامع بین المللی بحث های حقوق بشری هم کشیده. فکر میکنید تأثیری داشته باشه واقعا؟ مسلما تاثیر داره و قبل از این که من جواب سوال شما رو بدم استدعا میکنم از کسانی که در خارج از کشور هستند که بحث دختران خیابان انقلاب را با جنبش های خارج از کشور و فعالیت فعالین خارج از کشور ربط و بحث ندن. یک حرکتی در چند هفته گذشته در داخل کشور صورت گرفته که بسیار مستقل هست و این بهانه را نباید به دست مسئولین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی داد که آنها را به خارج از کشور و به دشمنان کشور که خیلی به راحتی میتونن این کار رو بکنن ربط بدن. مسئله‌ای که من اشاره کردم برای اولین بار مسئله پوشش اجباری در صحن شورای حقوق بشر در مطرح شد دیروز. مسئله دیگه که ما باید اشاره بکنیم از دید یک حقوقدان حق آزاد اساسی ترین حق هستش. اساسی ترین آزادی هایی که جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی متعهد هست هم در قانون اساسی و هم در تعهدات بین المللی اون به اون پایبند باشه و حق آزادی پوشش یک حق هست که هیچ کسی در داخل کشور، هیچ مقامی نمیتونه این حق رو از مردم ایران بگیره. در واقع یک مسئله دیگه رو هم که نمیتونیم سفید و سیاه اون رو بررسی بکنیم از موفقیت های کسانی که در داخل کشور هستن. در حال حاضر ما چندین فرماندار کل در کشور در داخل کشور داریم، نماینده مجلس داریم، معاون رئیس جمهور داریم و بسیاری از زنان در داخل کشور هستند که معتقدن با همین حجاب میتونن آهسته آهسته قدم بردارن و به اهداف خودشون در رابطه با رسیدن به مناسبی که میخوان برسن که اون را هم باید محترم شمرد. ولی کاری که دختران انقلاب در چند هفته گذشته کردن به چالش کشیدن حق انتخاب لباس است و این واقعا این کارزار وارد یک برهه جدید شده و امیدوارم که بتونن فارغ از اینکه عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی چه خواهد بود بتونن موفق بشن در اونی که میخوان، چون خط قرمز حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه با نوع پوشش زنان مخلوط شده. یعنی حکومت جمهوری اسلامی یکی از چیزهایی رو که نمیتونه از کنار بیاد تحمیل حجاب اجباری هستش که تونستن در چند هفته گذشته دختران جوان ایران که بعد از انقلاب متولد شدن خیلی آزاد، مستقل،
فارغ از فضای مجازی در شلوغ‌ترین خیابان تهران که انقلاب در ایران واقعا در اونجا به وقوع پیوست، بیان ظاهر بشن و طلب این حق رو بکنن. خانم شما به بخشی از زنان هم اشاره کردید که به هر حال به حجاب اعتقاد دارن و فکر میکنن که در درون همین سیستم میتونن با همون حجاب هم کارشون رو انجام بدن. خانم طهماسبی، شما در صحبت هاتون در واقع آیت الله خامنه‌ای رو خطاب قرار دادید تحت این عنوان که ایشون به شما و افرادی که مثل شما فکر میکنن توهین کرده و چرا یک رهبر کشور این کار باید بکنه، ولی در این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر بخش دیگری از جامعه هم هستن که به حجاب اعتقاد دارن. بله، ببینید منم ببینید ما اینجا میتونیم هر چقدر دوست داریم در مورد حقوق بشر اینها صحبت کنیم. ببینید جمهوری اسلامی اصلا حقوق بشر رو و کنوانسیون هایی که در این رابطه هست رو نه امضا کرده نه بهش اعتقاد داره، و جمهوری اسلامی تنها چیزی رو که کنوانسیون بین المللی رو که امضا کرده در مورد حقوق کودکان هستش. یعنی جمهوری اسلامی تنها کشوریه و با آمریکا، و من تاکید میکنم روی مسئله، ایران و آمریکا تنها کشورهایی هستن که هنوز کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان رو امضا نکردن. بنابراین من اجازه بدید صحبتم رو با کسان، میلیون ها ایرانی هایی که فکر میکنن حجاب مسئولیته و واقعا اعتقاد دارن به این مسئله، من میخوام طرف صحبتم یک همچین گفتمانی هستش الان. ببینید آیا این مسئولیت، اگر حجاب مسئولیته، آیا این مسئولیت تونسته آزار و خشونت جنسی رو تو خیابونای کشور ما کم بکنه؟ به هیچ وجه. آیا تونسته زن ایرانی رو از کالایی بودن مسئول نگه داره؟ اصلا. ایران یکی از پرمصرفی ترین جوامع در خاورمیانه است. در همین کشورهای غربی که این همه بهش توهین میشه، این همه لایف استایل و استاندارد زندگی و ارزش‌هاش رو در کلام آقای خامنه اینقدر بهش توهین میشه، در کانادا اگه یه دختر 18 ساله بتونه بخواد روی پای خودش بیسته بدون باج دادن به مردها و با کرامت و با کرامت زندگی بکنه و بدون باج دادن به از و استفاده از عنصر جنسیتیش، کاملا میتونه این کارو بکنه. آیا در ایران همچی چیزی امکان پذیره؟ آیا مدل زن مسلمانی که آقای خامنه اینقدر با ارزش میدونه، یعنی زن خانه‌دار، چقدر توسط سیستم جمهوری اسلامی حمایت میشه؟ آیا این زن خانه‌دار وقتی به میان سالی میرسه و به احتیاج به کمک مالی و قانونی داره یا به فقر دچار میشه، آیا سیستمی هست که ازش حمایت کنه؟ برای مقابله با خشونت و آزار جنسی ما در ایران چه قانونی داریم؟ چه چیزی رو وضع کردیم؟ چه قانونی رو وضع کردیم که از زنهای خودمون حمایت کنیم؟ همون زنهای نظام حقوقی رو شما ضرورتاً حامی حالا زن، اعم از با حجاب یا بی حجاب یا بعد حجابش به تعبیر خودشون، نمیبینه. یعنی فکر میکنه که در واقع در نظام حقوقی ایران این حمایت ها وجود نداره. خانم حسین خواه، اشاره شد به در واقع تحول یا تغییری که در نگاه فعالان حقوق زنان به مقوله حجاب و مبارزه برای به اصطلاح با حجاب اجباری ایجاد شده. آنچه که امروز در این تجمع به هر حال بخشی از فعال حقوق زنان اونجا بودن و این تجمع رو خواسته بودن، در قطعنامه‌شون یا در پیامی که داشتن این چگونه به اصطلاح دیده میشد؟ یعنی خواستشون چه هست به تعبیری؟ من قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، دلم میخواد اون سوالی که شما از خانم بحرینی پرسیدین یه نکته کوچیکی بهش اضافه کنم. شما گفتین که بعد از صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای کار چطور پیش میره. به نظر من خیلی فرقی نمی‌کنه، برای اینکه دیگه شدیدتر از این برخورد چه برخوردی میخوان بکنن. من وارد جزئیات نمیشم، خانم بحرینی روشن توضیح دادن که هر روز زنای ایرانی چه برخوردهایی داره بهشون میشه و کمتر هم نشده. من فکر می‌کنم چیزی که ممکنه ماجرا رو عوض بکنه اینه که ما جهت دوربین رو عوض بکنیم و بگیم که زنای ایرانی میخوان چیکار بکنن. فعالای جنبش زنان، زنای کوچه خیابون، حرکت بعدی اونها چی هستش؟ به نظر من حرکت بعدی اونهاست که ممکنه اتفاقی که ممکنه تو برخورد با حجاب بیفته رو تغییر بده. برای اینکه خب ما تمام این سالها، تمام این 14 مخالفت با حجاب رو به صورت حرکت‌های فردی داشتیم. ولی چون این حرکت‌های فردی به هم پیوسته نبوده، اگرچه تونسته توی کوچه و خیابون یه مقدار مرزها رو جابجا کنه، عقب برونه، ولی حجاب همچنان پابرجا مونده. تنها باری که زن‌ها تونستن موفق بشن سال 57، 40 سال تقریبا
نزدیک 40 سال پیش همین روزها بودش که بعد از اینکه آقای خمینی گفتن که زنها باید با حجاب برن به ادارات، زنها ریختن توی خیابون و 6 روز در خیابون موندن و گفتن که ما حجاب اجباری رو نمیخوایم و دولت مجبور، حکومت مجبور شدش که عقب نشینی کنه و اولین بخشنامه اجباری شدن حجاب در ادارات سال 59 صادر شد و باز هم همچنان تا سال 62 بخشنامه‌ای که حجاب همه جا اجباری باشه رو نداشتیم. یعنی اون تنها جایی بود که زنها تونستن حکومت رو وادار به عقب نشینی کنن برای اینکه یتونه حرکت جمعی بود. و خب بعد حالا به دلایل خیلی زیادی که جاش اینجا نیستش، امکان این حرکت جمعی وجود نداشتش. و حالا اگه برگردم به این سوال شما که چرا این حرکت وجود نداشت؟ آیا زنای ایرانی، آیا فعالان زن ایرانی توی این سالها حجاب رو می‌خواستن؟ حجاب اجباری اولویتشون نبودش؟ به نظر من فقط این نیستش. یه مقدارش برمیگرده به فضای جامعه. ببینیم که آیا فضای جامعه آماده بودش که فعالای زن بخوان این خواسته رو مطرح کنن؟ توی همین سالهایی که مدام گفته میشه که فعالای جنبش زنان حجاب اولویتشون نبودش، ما نوشته‌های خیلی صریح و شجاعانه ای داریم، کتاب‌هایی داریم از فعالای جنبش زنان در داخل ایران قبل از سال 88 حتی، که حالا فضا عوض شده بود و مقدار رادیکال‌تر شده بود، که خیلی صراحت مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری اعلام کردن. ولی اینکه یک حرکت سازمان یافته بشه، حتی حرف این هم زده شد. من یادم میادش که ما دو بار ایده هایی داشتیم که بریم جلوی مجلس شورای اسلامی بس بشینیم و در به خاطر حجاب تجمع داشته باشیم. عرض من رو اولویت بود. بله ولی خب دلیل اینکه این کارا رو نکردیم این بودش که حکومت انقدر هزینه این رو برده بود بالا که ما فکر می‌کردیم که فعالای دیگه فکر می‌کردن که ممکنه که اگه بخوایم تو این عرصه وارد بشیم و کار کنیم، ضربه به طوری شدید باشه که کلا نابود بشیم و دیگه هیچ کاری نتونیم بکنیم. آیت الله خامنه‌ای همین اتفاق احتمالاً خواهد افتاد. نه واسه اینکه نه، اتفاقا فرق دیگه که کرده که حالا چرا ببین الان اتفاقی که افتاده اینه که قبل از 8 مارس توی هر دو بیانیه، همون فراخوان اول و همون بیانیه دوم، روی حجاب اجباری روی حجاب اجباری صحبت شده و توی قطعنامه‌شون، قطعنامه‌ای که امروز داده شد، خیلی به صراحت خواهان رسمیت شناختن حق انتخاب پوشش شدن و اینکه خواهان اینکه با کسانی که مخالف حجاب هستن برخورد نشه و این به عنوان جرم انگاشته نشه و این نشون دیگه بود فضای جامعه آماده شده. من و این آماده شدن فضای جامعه است که به فعالای زن هم این اجازه رو داده که بیان و تو قطعنامه‌شون خیلی کار شجاعانه‌ای بوده. به نظر من هم یه خاطره خیلی کوچیک یک دقیقه‌ای فقط بگم. توی تجمع 22 خرداد سال 85 که توی خیابون هفته تیر بودش، من به خاطر دارم که پلیس اون روز هم خیلی خشونتش خیلی شدید بود و داشت همینطوری زنها رو می‌زدن و بعد چند نفر گفتن که چی شده، چرا دارید میزنید و چه وضعشه اینا. پلیس گفت که این یه سری زنن اومدن علیه بی حجابی، میخوان حجاب نداشته باشن و اینا. مردم گفتن آها خب بس ایرادی نداره اگه به خاطر بی حجابی دارن کتک میخورن، مردم رد میشن. ولی اگه مردم رد نشن فضای مقدار آماده تر بشه. خب آها، یعنی بحث واکنش جامعه. خب بله، یه مسئله مهمی هست و اگر این قانون تونسته اجرا بشه به یک معنا، شاید یه بخش هم حمایت اجتماعی بوده دیگه. هر چند نظر سنجی هایی که خود دولت را انجام میده نشون میده که این حمایت به هر حال، یعنی فضای جامعه متفاوت شده. ولی حمایت اگر جامعه در با ترس از سرکوب فرق می‌کنه، یعنی این هم هستش. در خارج کشور خانم بحرینی، نگاه سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل به مقوله حجاب اجباری به نظر میاد که یه مقدار دچار تحول شده، یعنی دیگه به اون حالتی که قبلا بهش نگاه میکردن نیست. عفو بین الملل در تمام سالهای گذشته همواره هر زمان که در مورد حقوق زنان صحبت کرده، به خصوص در گزارش‌های چند سال اخیرش از سال 2014، من میتونم مشخصا بگم چون در عفو بین الملل کار کردم، مسئله لغو حجاب اجباری رو به عنوان یک توصیه در گزارش‌هاش گنجونده و در گزارش‌های سالانه هم همواره گفته که حجاب اجباری توأم بوده با رفتارهای خشونت‌آمیز، غیر انسانی و بیرحمانه علیه زنان و زمینه اینو فراهم کرده که زنان دائما مورد بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی قرار بگیرن و از بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشون به خاطر عدم رعایت استانداردهای حجاب مسئولان محروم بشن. تحولی که در گزارش‌های اخیره، یعنی این سه بیانیه آخر عفو بین‌الملل اتفاق افتاده، اینه که عفو بین‌الملل مشخصاً اعلام کرده که نفس
بحث تحمیل حجاب حتی اگر با ضرب و شتم همراه نباشه مصداق رفتار بیرحمانه و ترذیلیه. در قانون بین الملل اصلی وجود داره که رفتارهای بیرحمانه غیر انسانی و ترذیلی رو مطلقاً ممنوع میکنه. این اصل در ماده 7 کنوانسیون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اومده که ایران هم اون رو امضا کرده و زمانی که ما میگیم نفس حجاب اجباری در واقع ناقض این اصل ممنوعیته، یعنی این که هیچ توجیهی، نه توجیه فرهنگی نه توجیه مذهبی، نمیتونه این نقض رو در واقع توجیه بکنه. و اگر این رفتار ترذیلی همراه باشه با تحمیل درد شدید روانی یا فیزیکی بر زنان، مصداق شکنجه هم هست. این تحول حقوقیه که اتفاق افتاده و از نظر بین المللی بسیار مهمه، چون میتونیم ما از گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه به همراه گزارشگران دیگه مثلا گزارشگر ویژه حقوق زنان درخواست بکنیم که نسبت به حجاب اجباری و بازداشت هایی که الان زنان معترض به حجاب اجباری با اون روبرو هستن واکنش‌های جدی نشون میده. اتفاق میفته. خانم هیکس، شما در بخش پیشین اشاره کردید به اینکه به هر حال در داخل ایران زنانی هستن که با رعایت حجاب حالا مقام‌هایی رو هم تونستن کسب بکنن، چه تحت عنوان مشاوره، فرمانداری الی آخر. یه پرسشی که مطرح هست برای من این هست، دولت آقای روحانی در جریان هستید که در مورد یکی از سمت‌های حقوقیش وقتی که یک خانم رو انتخاب کردن، ایشون قبلا روسری داشتن ولی دولت مجبورش کرد که چادر سر کنه، تحت این عنوان که این پروتکل دولت هست، بنابراین شما اگر بخواید این شغل این کار رو داشته باشید باید چادر سرتون بکنید. این چه تفاوتی داره با اینکه یک دولتی بگه پروتکل من بی‌حجابی است و اگر شما مثلا روسری سرتون باشه من اجازه نمیدم که شما این سمت رو داشته باشید؟ یعنی نکته‌ای که اشاره کردید به اینکه به هر حال افرادی هستن که در درون این قوانین حالا کارشون انجام میدن، خود اون قانون به هر حال یه حالتی داره که میگم معکوسش اگر شما بکنید، تصور بکنید که دولتی باشه که بگه من زن با حجاب رو راه نمیدم، پروتکل من این هست که چادرت رو باز کنی یا روسریت رو باز بکنی. امروز دولت آقای روحانی معکوسش رو داره انجام میده. ببینید، از این که در قوانین ایران نقض حقوق زنان نهادینه هست حرفی نیست، و اینکه دولت آقای روحانی هم اینا قانون هم نیستن آخه. یعنی مثلا ماجرای روسری قانون هم نیست که شما بگید حتما باید چادر سرت بکنی. حتی عملکرد آقای دولت روحانی، از اینکه هیچ کسی را به عنوان وزیر معرفی نکردن، حتی در به صورت سمبولیک ما فقط دو پست داریم، خانم مولاوردی و خانم جنیدی هستند، ولی هیچ مقام و پستی را عملا برخلاف قولی که آقای روحانی داده بودن عمل نکردن و حتی لایحه‌ای یا متنی رو به مجلس ایران نفرستادن در رابطه با تغییر وضعیت قوانین اسفباری که در آن حقوق زنان، نقض حقوق زنان در آن نهادینه هستش. ولی اونچه که من به اون اشاره کردم این هستش که در داخل کشور گروهی از زنان هستند که هنوز مایل هستند که قدم به قدم، خاکریز به خاکریز به اصطلاح عامیانه اگر بریم، این جنگی را که با حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با رسیدن به حقوق خود دارن، این را انتخاب کردن و نه این حرکت رادیکالی که در هفته‌های گذشته دختران انقلاب انجام دادن و بسیاری از همه ما را در جامعه بین‌الملل به تحسین واداشتن و خیلی از ماها را از جمله خود من را عقیده ها را عوض کردن که باید این تقاضای تغییر نوع پوشش هم اولویت به اون داده بشه. و مسئله دیگه که من میخواستم اشاره بکنم، یکی از کسانی که قبلا صحبت کردم، اینه که دولت جمهوری اسلامی بسیاری از کنوانسیون ها را امضا کرده، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بسیاری از قواعد و قوانین اون احترام به اساسی ترین حقوق انسان هاست را دولت ایران پذیرفته و موظف به اجرای اون هستش. و این نیست که بگیم که بحث حقوق بشر هر چقدر میخواهیم بکنیم، اگر امروز صحبت‌های حقیرانه آقای خامنه ای رو در واقع صحبت‌های حقیرانه و
ذلیلانه یک رهبر حکومتی رو که انمان کرده، اگر به خود آقای خامنه ای وادار میکردن که نوع پوششش رو عوض بکنه و آزادی نوع پوششی رو که داشت نداشت، ایشون چه میکرد؟ من جواب سوال شما رو واقعا باید برد به آقای خامنه ای این سوال رو کرد که اگر قرار بود آقای خامنه ای نمیتونست از ردا و قبایی که استفاده میکنه استفاده بکنه، عکس العمل ایشون چی بود؟ و یکی از مسائلی که به هر حال در دوره های گذشته هم افتاده، یعنی همون موقعی که بحث کشف حجاب و اینها بود، به هر حال بحث اجبار در پوشش دامن روحانیون رو هم گرفته بود در دوره، یعنی 10 سال اول حکومت رضا شاه. خانم طهماسبی، شما صحبت از توانمندی کردید در ابتدای برنامه، نکته ای رو الان خانم هیکس اشاره کردن، این که به هر حال گروهی هم هستن که فکر می‌کنن که باید گام به گام به تدریج رفت جلو، اینجا شاید اون بحث توانمندی یه مقدار معنا پیدا بکنه که چگونه در واقع میشه این گام‌ها مؤثر باشن، چون بعد از 40 سال گام‌های رسمی جامعه راه خودش رو رفته، می‌دونیم حجابی که در جامعه الان هست فرسنگ‌ها با اون چیزی که 10 سال یا 20 سال پیش از فرق داره، ولی در حالت رسمی چون این اتفاقی نیفتاده. بله، من قبل از این که به این بحث بپردازم فقط یک نکته در مورد کنوانسیون‌های بین‌المللی بگم که دو تا مرحله داره. یکی این که شما یا امضا می‌کنید یا می‌برید در کشور خودتون و از پارلمان کشور می‌گذرونید و بعد تبدیل به قانون مملکت می‌کنید. ایران یک بسیاری از این قوانین رو فقط امضا کرده ولی قانون ایران، یعنی قانون مملکت، نکرده. توی اون کانتکست بود که من صحبت کردم. ببینید، توانمندی زنان، و اینجاست که واقعا من میخوام به زنان ایرانی و به خودمون تبریک بگم، برای اینکه زنان ایرانی راه بسیار طولانی و پرمشقتی رو اومدن. زنان ایرانی با تمام استانداردها و شاخصهای بین‌المللی که در رابطه با تفاوت بین زن و مرد در کاتگوری‌های مختلف هستش، در زمینه مثلا تحصیلات عالی، در مسئله سلامت و درمان، بسیار ایران خب پیشرفت کرده تو این مسئله و زن‌های ایرانی واقعا فاصله جنسیتی رو بین خودشون و مردها رو کوچیک کردن و کم کردن، ولی ما هنوز زنان ایرانی در فعالیت اقتصادی، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز بسیار عقب هستن. ببینید، در مشارکت ما از در 2016 آخرین تحقیق جهانی که روی این مسئله شده، از 144 کشور ایران رتبه 140 رو داره، یعنی از آخر چهارمی شده در مشارکت اقتصادی زنها در جامعه، یا از نظر چیز مشارکت سیاسی ایران 136 شده. ولی توی پیشرفت های همونجور که گفتم درمانی، پیشرفت های بهداشتی و درمانی و اینها، خب خیلی پیشرفت کردیم و زنها هم خیلی. ببینید، باز هم میگم من واقعا موافق نیستم که مسئله انتخاب پوشش رو ما کاهش بدیم به حجاب اجباری. حجاب اجباری فقط یک گوشه مسئله هستش و بحث توانمندسازی رو اشاره نکرده خانم طهماسبی. بله، توانمندسازی در چه معنایی؟ بله، یعنی اون رو اشاره نفرمودید. بله، دقیقاً توانمندسازی فقط مسئله آزادی های فردی و اجتماعی نیست. پوینت من همین هستش که توانمندسازی در حوزه اقتصادی هست، در مشارکت اقتصادی هست، در مشارکت سیاسی هست، در سطح آموزش و پرورش هست، در بهداشت و درمان هست، در منع خشونت هست، در امن بودن جامعه هست، در اینکه به ما به بچه و دخترانمون بیاموزیم که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشن. اینها همه مقولاتی هستش که به توانمندی زنان در یک اجتماع کمک میکنه. حجاب اجباری بخشی از آزادی فردی و آزادی پوشش هست. ببینید، حجاب اجباری همونقدر که به زن بی حجاب توهین میکنه، به زنی که با حجابه و با اختیار خودش و بر اساس ایمان خودش حجاب رو انتخاب کرده توهین میکنه. یعنی این مسئله، ببینید، خشونتی رو در جامعه، یعنی میفرمایید که به هر حال کسی که به حجاب معتقد هستم طبیعتا باید حجابش رو داشته باشه، در این هم که تردیدی نیست، یعنی اونهایی هم که با پوشش اجباری در واقع مخالفن دیگه. حالا وقتی که صحبت از پوشش اجباری میشه، معنیش این هست که کسی که حجاب میخواد اختیار بکنه طبعا این مختار باید باشه و این کار رو انجام بده، ولی در همین بحث انتخاب زن بر بدن خودش و حق پوشش زن
از مهمترین شاخصه های توانمندسازی زنان هست. متشکرم خانم طهماسب. باید یک نکته رو اینجا در رابطه با تعهدات حقوق بشری مقامات جمهوری اسلامی ایران شفاف کرد. به موجب قانون مدنی ایران، تعهدات بین المللی ایران بخشی از قانون داخلی کشوره و مقامات موظف هستند که اتفاقا هر زمان که تضاد وجود داشته باشه بین قوانین داخلی و قوانین بین المللی، قوانین بین المللی رو ارجحیت بدن. و خب یک تفاوتی هم وجود داره بین عملکرد اونها که به درستی در 40 سال گذشته همونطور که خانم طهماسبی گفتن ذره اعتنا برای تعهدات حقوق بشرشون قائل نبودن، ولی وقتی که در عرصه‌های بین‌المللی حاضر میشن و این بخش رو مردم ایران نمی‌بینن، ماها که در سازمان ملل هستیم می‌بینیم که تا چه اندازه سعی می‌کنن نشون بدن که اتفاقا عملکردشون منطبق با تک تک ماده‌های کنوانسیون هست و اونجاست که فعالیت مداوم و خستگی ناپذیر فعالان حقوق بشر مهمه که نگذارن روایت خودشون از تطابق با کنوانسیون های بین المللی رو نشون بدن و در واقع صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران در این صحنه های بین المللی شنیده میشه. همین مثلا برخورد خشونت آمیزی که با تجمع زنان امروز کردن 6 ماه دیگه در گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهد اومد و اون زمان سخنگوی وزارت خارجه کشور میگه که این گزارش مغرضانه است بر اساس ادعاهای بی اساس، در حالی که عملا عملکرد خودشونه که دائما محتوای این گزارش ها رو آماده میکنه و اون چیزی که تکراریه این حجمه دائم و مداومه به نقض حقوق بشر. تنافری در صحبت من ندیدم. اون چیزی که خانم طهماسبی اشاره داشتن، چون طبق قوانین ایران اگر ایران، یعنی دولت ایران، پای معاهده ای نمیدونم پروتکلی هر چیز رو امضا میکنه در داخل ایران، مادامی که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده باشه اون عملا امضای دولت به اصطلاح خیلی چیز نداره. از نظر حقوقی تعهدات بین المللی که اینها امضا کردن، یعنی راتیفای کردن، توسط مجلس راتیفای شده، ایشون هم همین بخشی از قانون مدنی ایران هست، یعنی موظفن که اجرا بکنن. این که نمیکنن نقض تعهداتشون شما راتیفای بشه یا تصویب که شده در واقع بعضیا حالا من کنوانسیون حقوق بین المیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بخشی از قوانین داخلی ایران محسوب میشه. تنها چیزی که دولت چیزی رو امضا کرده ولی امضا نکردن کنوانسیون منع تبعیض و کنوانسیون منع شکنجه که جای برحال تناقضی در صحبت ها نیست. یعنی چیزی که خانم طهماسبی اشاره کردن، یعنی اصرارشون روی این بود که باید در مجلس، که شما تایید میفرمایید، یعنی که باید در مجلس تصویب بشه تا اینکه بتونه حاکمیت پیدا کنه، چون در مواردی این اتفاق میفته که دولت هیچ جوری امضا میکنه که در خارج یک نوع حالت منظورم اینه که این تعهدات الزام‌آور هستن و ما باید اینو به یاد داشته باشیم که تصویب شدن قطعاً اینها الزام‌آورن و دارن نقض تعهداتشون رو به طور دائم برای 40 سال انجام میدن و این پاسخگویی رو ما باید از مقامات ایران بطلبیم، چون هیچ وقت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیومدن بیرون، بالعکس دائم تلاش کردن که بگن ما هماهنگ داریم با اون عمل میکنیم. شما به درستی اشاره کردید که در وقتی مقام های ایران میان در شورای حقوق بشر یا جاهای دیگر صحبت میشه، اصرارشون روی این هست که ایران اینها رو داره اجرا میکنه و توجیهش هم میده، بنابراین دلیل درستی هست برای اینکه به هر حال اگر مجبور نبودن طبعا این کار رو نمیکردن. خیلی کوتاه خانم حسین خواهد، زیر یک دقیقه فرصت داریم، بحث توانمندسازی که صحبتش شد. ببینید، من فکر میکنم که وقتی که ما به توانمندسازی نگاه میکنیم یک سری موانعی هم وجود داره برای توانمندسازی که اتفاقا توی این فراخانی که واسه این تجمع داده شد خیلی خوب به اینها توجه شدش. توی این فراخان یکی از نقاط تمرکزش مسائل اقتصادی بودش، اینکه فقر داره زنانه تر میشه و بارش روی زنها بیشتر هستش و چطور زنها رو هی مورد تبعیض‌های بیشتر قرار میده، که حتی یک سری گفتن که این ما رو یاد بیانیه‌های گروه‌های زنان اوایل انقلاب میندازه که زنایی که وابسته به گروه‌های سیاسی چپ بودن این بیانیه‌ها رو میدادن، ولی در واقع صحبت‌هایی که من با فعالای حقوق زنان کردم، من برای مقاله‌ای که برای آسروز گذشته منتشر کردم با 3 نفر از فعالان، با بیشتر از 3 نفر از فعالان حقوق زنانی که همین فراخوان اون بیانیه رو داده بودن امضا کردم و خیلی صریح گفتن که دلیل اینکه ما توی این بیانیه و توی این فراخوان اومدیم اینقدر تاکید کردیم رو مسائل اقتصادی این هستش که واقعا الان این مسئله روز زنان هستش و داره روی زندگی روزمره زن‌ها تاثیر می‌ذاره و ارتباطی که با خیزش
دیماه داره، اعتراضای سراسری که توی دیماه بودش ریشه اقتصادی داشتش و الان جنبش زنان داره فکر میکنه که خب اگر که میخوادش که پیش بره، یک جنبش نمیتونه به تنهایی پیش بره، باید جنبش همون نکاتی که بله. خانم تماس بله، با جنبش های دیگه، با جنبش کارگری، پرستارا، معلم و با همه اینها خواسته های اینها رو ببینه و همشون حول یک هدف مشترک بتونن یک تغییر رو ایجاد کنن. خیلی خیلی ممنونم مریم حسین خواه و راه بحرین اینجا در استودیو و همینطور الهه هیکس و ویکتوریا تماس بی. سپاس از هر چهار مهمان برنامه و متشکرم از شما که تا انتها با ما همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/2. برنامه همینطور روی کانال یوتیوب ما مجددن میتونید ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما هست @bbcpage2 و آدرس فیسبوک ما facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.